با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش ریاکت در خدمت هستم. دوستان، جلسه قبل ما رسیدیم به اینجا که اینا رو انجام دادیم، فقط اینجا داشتیم بچه ها کنسول لاگ میزدیم. بریم ای پی آیش هم بنویسیم که دقیقا دیگه ریکوست بزنه و دقیقا ترجمه رو برامون انجام بده. خب تو این قسمت بالا اول اکسیوس رو ایمپورت میکنم. بچه ها ایمپورت اکسیوس فروم اکسیوس. اگر اکسیوز رو نصب نکردید حتما این پی مینستر اکسیوز بزنید و نصبش بکنید بچه. خب اینو دیگه پاک میکنیم. بچه این قسمت رو دقیقا مثل چیزی که من مینویسم بنویسید. خب اکسیوز دات پست https translation.googleapi googleapis .com/language/translate/version2. ورژن دو شو زیاد مطمئن شم چون من آدرسش رو حفظ کرده بودم. آره ورژن دو. بعدش دو تا قسمت داره بچه ها. یه پارامترش رو باید مشخص کنیم و یه دونه هم آتنتیکیشنش رو مشخص کنیم. خب این هست. خب می‌نویسم پارامز دو نقطه این اضافی بچه اینجا داشته باشه. یه دونه کیو داره بچه ها پارامتر که تکستمونه. یه تارگت داره که اون لنگویجی که ما قراره مثلا بهش بدیم language.value. بعد یه دونه هم بچه ها کلیده. این کلیده رو بچه ها دقیقا همین چیزی که من میزنم بزنید AIZAC H U C M P R F C T underline Y D F H C 98 CZ J Y 2 L T M S dash I بزرگ W D بزرگ L کوچیک M بزرگ. خب این از این و بقیهش هم درسته. بچه لنگویج دات ولیو هم که میدونید از کجا میاد دیگه. ما لنگویج همون بچه ها گوش نه یه دونه ولیو داشت از این میاد بچه ها. اوکی خب اینم از این. بریم یه تستش بکنیم ببینیم خطای چیزی میده بچه ها. یو اول فصل چی میگه؟ has blocked by course policy رو گیر میده. یعنی چی؟ بذارید ببینم. خب بچه هم مجبوری میمونه پروژه رو عوض بکنیم. API گوگل متاسفانه الان رایگان نیستش و اون API کلیدی هم که من داشتم دیگه کار نمیکنه. خب یه API دیگه من پیدا کردم با اون کار میکنی فعلا. حالا فعلا کارمون رو راه میندازه. فقط این چیزا رو بچه اضافه کنید. این خط دستور رو اضافه کنید. بعد اینو اضافه کنید. این هم دیگه لازم نداریم چی؟ بعد داخل یوزیفک بچه اینو بنویسید
که دقیقا این API یه دونه مقدار تکست میگیره، یه دونه هم دقیقا لنگویج تارگتمون رو اینجا به این صورت وارد میکنیم و به ما جواب رو میده. خب فعلا کارمون رو راه میندازه، بریم یه تستش هم بکنیم بچه ها. یه رفرش میکنم سفر رو، همه چی رو پاک میکنم، میرسم زبان رو میذارم روی فرنج، بعد اینو هلو داره کار میکنه، بونجور. خیلی خوب بچه ها، کارمون رو میندازه، بریم بیایم اشتراک ادامهش جلسه بعدی. آه نه ببخشید، چرا جلسه بعدی 5 دقیقه است، فعلا هستیم در خدمتتون. خب بریم بچه ها اون متنی که حالا ترجمه شده رو تو صفحه چاپ کنیم. من یه دونه استیت این بالا تعریف میکنم بچه ها به اسم const translated set translated set translated مساویس با use state و این هم از بعد حالا بعد یه جایی رو فراخونی کنیم بچه داخل اینجا اینو من چیکار میکنم بچه اینجا set translated رو فراخونی میکنم set translated و این rest.text رو بهش میدم. حالا مقدار استتوم داره عوض میشه. یه کار دیگه هم باید بکنیم بچه ها. ما یوز افکت رو نوشتیم ولی دپندنسی براش نذاشتیم. خب دپندنسیش هم بذاریم. من مجبور شدم کلا پروژه رو عوض کنم بچه ها، نسبت به دفعه قبلی که خودم اینو انجام داده بودم و کار میکرد با گوگل، ولی الان دیگه با گوگل کار نمیکنه متاسفانه. امیدوارم کار بکنه. خب ریترن، این ریترنر هم باید درستش کنیم بچه ها. یه دونه دیو میذارم داخلش، یه دونه H1 میذارم، کلاس نیم UI headers اصخایی میکنم بچه ها، من یه استدام گرفت و translated و translated اونو میذارم اینجا translated. بریم ببینیم کار میکنه بچه ها یا نه. فرنج هلو داره کار میکنه، خدا رو شکر. هلو مای لاف بونجور مونشیخ داره کار میکنه بچه ها، توی لحظ شدی بونجور مونشیخ اموغ مون اموغ بچه. خیلی خوب اینه، اوکی. خب بچه ها یه مشکلی که این داینه کردن همین ایرور رو داد. من اینجا هر حرفی که کار تایپ میکردم یه ریکوست میزد و دنبال ترجمهش میگشت. اینجور تعداد ریکوست زیاد میشه اون API بچه IPتون رو میبندن، مثلا ایرور 429 داد IP منو بست. خب بعد یه جوری مشکل رو حلش بکنی. چجوری مشکل رو حل میکنی بچه ها؟ من میام یه یوز افکت دیگه این بالا مینویسم که اینجا یه یوز افکت دیگه اینجا مینویسم. خب و تو این یوز افکت بچه ها چیکار میکنم؟ بزنم یه مشکلی داره سیستم خورد. یه دونه استیت تعریف کنم اول بچه ها بذارید. اسمشو میذارم final text set final set final text. این میشه اون تکست نهایی که قراره بره در حقیقت چیز بشه بچه، سرچ بشه. خب بعد use state مقدار اولیش هم میذارم تکست، use state تکست مقدار اولیش. خب میام اینجا یه use effect مینویسم بچه ها، use effect یه arrow فانکشنه، داخلش میگم که یه تایمر تعریف میکنم const تایمر آیدی مساویس با set تایم اوت set فاینال تکست تکست. بعد یه دونه تایم هم بهش میدم مثلا 1000 میلی ثانیه، یه ثانیه بشه. خب بعد یه دونه ریترن هم اینجا میذارم.
الان بهتون میگم بچه دارم چیکار میکنم. یه لحظه صبر کنم بنویسم رو کامل توضیح بدم. کلیر تایم اوت تایمر آیدی. بعد دپندنسش رو میذارم روی تکست. خب بعد این پایین بچه ها به جای اینکه روی تکست من بگم چیز بزن، روی فاینال تکست بزن. لنگویج هم که اوکیه، این هم که اوکیه. بعد دپندنسیش هم بچه ها درست کنیم. خب دپندنسیش هم قاعدتا میشه روی فاینال تکست و چیز دیگه میمونه؟ نه، اتفاقی که میفته چیه بچه ها؟ من وقتی اینجا یه دونه حرف تاپ می... اوه چی شد؟ کجا رو ایراد گرفت بچه ها؟ cannot read فلان کاری نکردم، دستمون بالا دست نزدم. خب اتفاقی که میفته اینه که بچه ها من وقتی اینجا یه هر دونه حرف تایپ میکنم هیچ چیزی سرچ نمیکنه. خب تا موقع که یه ثانیه صبر نکنم، من همینجوری که پشت سرم دارم تایپ میکنم اینو داره میده به اون فاینال تکسته. هر جا که وایستم فاینال تکسته تموم میشه کارش، میره سراغ ریکوست دادن. اتفاقی که میفته اینه. بذار من میتونم آی پی مو عوض کنم یه تستش بکنیم بچه ها. خب امیدوارم بشه تست ریسرچ میکنم. نه فهمید آی پی مو، بذار آی پی دیگه بهش بدم. یه لحظه بچه. خب خدا شکر. ای وای باز قبول نکرد. فکر کردم قبول کرد. آی پی مو هر چی عوض میکنم قبول نمیکنه. بذار یه آی پی دیگه بگیرم. اشکال نداره بچه. پس قطعا کار میکنه. نگران نباشید بچه. نگاه کنید اتفاقی که میفته اینه که من وقتی دارم تایپ میکنم یه هر کلمه ای رو، خب این میاد به این یوز افکت دومی کار نداره. خب میاد داخل این، خب حرفا رو دونه دونه میگیره، هر حرفی هم که تایپ میشه تایم اوت رو کلیر میکنه، 1000 میلی ثانیه رو کلیر میکنه. تا لحظه ای که من یه ثانیه واستم، خب تموم میشه این قسمت، تموم میشه کارش، فاینال تکست هم مشخص میشه، فاینال تکست رو میده به دومی که ریکوست بزنه. یعنی دومی تا موقعی که این تایمر تموم نشه ریکوست نمیزنه. یه همچین اتفاقی میفته. خیلی خب بچه ها این پروژه هم به هر سختی بود تموم شد، یه کوچولو اذیتمون کرد، مجبور شدم یه تغییر بدم، امیدوارم ببخشید منو. نمیدونستم که این دقیقاً محدودیت داره ترنسلیت گوگل و دیگه اجازه نمیده استفاده بکنم از اون API که رایگانی که داشتم. بریم بیام، ان این قسمت کلا تموم شد. بریم بیام ادامه مبحث رو در جلسه بعدی در خدمتتون باشم. فعلا خداحافظ.